oh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أرزي سلام وعداب خدمتي شما بن عزيز ومحترم در خدمت شما هستیم با برنامه ماورا النهر. در این قسمت از برنامه خواهیم پرداخت با از مشهورترین و باریسترین و سالار علم حدیث و معروف به امیر المؤمنین در علم حدیث این شخصیت بزرگوار نامش که همه ما و شما میدانیم معروف به محمد ابن اسماعیل البخاری هست امام بخاری رحمت الله علیه در حفظ و قوه زاکیری که الله تبارک و تعالی به او داده بود به همتا بود و در زمانی خش و بعد از خش مثل این شخصیت بزرگوار کسی نبوده است و نیامده است بخارا معروف به بخارای شریف در نزد ساکنان این منطقه که این منطقه قرار دارد در سرزمین ازبکستان امروزی یکی از پنجمین شهرهای بزرگ ازبکستان به, آ... به حساب می رود از اون زمان تا این دوره شهر بخارا و سمرقند به گفته منابع زبان شناسان و زباندانان که 90 درصد این منطقه به زبان فارسی و تاجیکی صحبت می کنند امام بخاری رحمت الله علیه در بخارا به دنیا آمد از پدری که اهل علم و تقوا و خدا ترس معروف بود در آن منطقه که حتی خودش میگوید که در مال و ثروتی که من دارم ذره شبهه و حرام در آن وجود ندارد و این مال و ثروتی که پدر ایشان برای این فرزند مبارک گذاشته بود تمامی تمام این مال را امام بخاری رحمت الله علیه در راه علم و فرا گرفتن علم حدیث خرج کرد امام بخاری رحمت الله علیه در روزی سیزده شوال سال 194 هجری در شهر بخارا به دنیا آمد او در کودکی پدر خود را از دست داد و مادرش را در پرورشی خیش گرفت و او را بزرگ کرد در سینی کودکی این کودکی مبارک چشمانی خودش را از دست داد و نابینا شد اینجا بود که مادر بزرگوارش و مادری که یک فرزند این همه مبارک و عزیز و جانی او هست او را میبیند که دوتا چشمش نابینا هست یعنی در کودکی چشمانش را از دست داد مادرش از الله تبارک و تعالی خواهش میکند و دعا میکند و نیایش میکند که شبه در خواب حضرت ابراهیم علیه السلام را در خواب میبیند که ایشان میگید ای زن ای زن الله تبارک و تعالی دعای تو را مستجاب کرد بر کسرت دعا و نیایش و گیریه تو کردی صبح بلند می شود نگاه می کند که جگر گوشش ای امام بخاری محمد یعنی محمد چشمانش را دوباره گرفته است و الله تبارک و تعالی او را دوباره به چشمهای خوبتر و خوشگلتر نصیب کرده است امام بخاری رحمت الله علیه در سینی کودکی عاشق و محب علم حدیث بود و در سینی هفت سالگی قرآن را حفظ کرد و مشغول به شنیدن دیگر کتاب های علم حدیث شد و همچنین در سینی نه سالگی واقعه بین امام بخاری رحمت الله علیه و بین شیخ مشهوری بخارا که داخلی هست معروف است که ایشان چی معاخیزه های از این شخصیت کردند و بعد از آن در این کودکی معروف به یک شخصیت شد ایشان در این سینی کودکی حفظ هفتاد, هفتاد هزار حدیث, را از حفظ می و این باعث شد که این شخصیت بزرگوار در این, در این سینی که داشت به یک معجزه تبدیل بگردد و ای امام بخاری رحمت الله علیه در سن 16 سالگی کتب مشهور را که کتاب های عبدالله بن مبارک و کتاب های که مشهور در آنجا بودن این کتب مشهوری حدیثی را از, ب... از, حفظ کرد و بعد از آن توانیست که بعد از امتحانی که از وی گرفتن این همه را از حفظ ب... بگوید و مشهور شد بعد از آن امام بخاری رحمت الله علیه با سفر کردنش به حج با همراهی برادر و مادرش به حج رفتن بعد از مراسم حج برادرش و مادرش برگشتند به سوی بخارا و امام بخاری رحمت الله علیه در مدت سه سال در مکه استقامت کردند و در آنجا علومی که اهلی مکه داشتن امام بخاری رحمت الله علیه اون این علوم را از خود کرد و بعد از آن سیپری به سوی مدینه منوره شد امام بخاری رحمت الله علیه در مکه مکرمه نزد برجسترین شیوخ حدیث مثل احمد ابن محمد یزرقی و اسماعیل ابن سالم معروف به زرگر هست و دیگر حافظان حدیث برای تلمز نشست و بعد از آن گفتیم که راه سپار مدینه منوره شد مدت بعد از این که در مدینه مدت استقامت کرد و در آنجا به نویشتن و تعلیف کردنی کتاب تاریخ الکبیر که این کتاب در علم رجال همتایی ندارد و توانست که در این سنی جوانیش که به 18 سالگی رسیده بود اثبات کند برای علمای اهل مکه و علمای مدینه که یک نابغه زمانی خودش هست بعد از آن امام بخاری رحمت الله علیه آزم به سفر به بغداد و بصره و دمشق و مصر و شام و مناطق خراسان گردید و تمام علوم حدیث را در این مناطق از مشایخ به فرا و اینجا بود که بعد از مدت مورد امتحانی بزرگان قرار گیرد امام زهبی رحمت الله علیه در مورد امام بخاری رحمت الله علیه یک یعنی نقطه بسیار جالب می که این شخصیتی بزرگوار در سن جوانیش که هنوز در چهره او موه وجود نداشت که حافظه حدیث بود و امام بخاری رحمت الله علیه همچنانی گفتم یک معجیزه و نابغه در حفظ و یک قوه عجیبی خدادادی بود که الله تبارک و تعالی این ذاکره را به او داده بود وراق بخاری میگوید که نویسنده امام بخاری میگوید که در حالی که بچه کوچک بود همراه ما به محضر مشایخ بصره می آمد چند روز به این ترتیب می آمد و می رفت تا اینکه مدت 16 روز گذشت بعد از این مدت ما مانع آن شدیم که چرا تو می وقتی خود را زایی می کنی اما از مشایخ استفاده مثل ما نمی یعنی ما می و می هرچی این مشایخ میگوید حدیث ها رو ضبط میکنیم تو می بعد از این که درس و محاضر تمام شد دوباره بر می, می امام بخاری رحمت الله علیه در جواب اینها گفت که شما بسیار منو سرزنش کردید و حالا ببینم بی که شما چی قدر احادیث را حفظ کردید و نویشتید بعد وراخ میگوید که ما مدت ما تقریبا پانزه هزار حدیث را زد کرده بودیم و نوشته بودیم امام بخاری رحمت الله علیه گفت که از کتابهایتان را نگاه کنید و من این احادیث را برای شما میخوانم تا اثبات کنم که من در اینجا بیکار ننشستم امام بخاری رحمت الله علیه با اون قوه و ذاکره که الله داده بود توانیست این پانزه هزار حدیث را بدون یگان اشتباه برای اینها بخواند از حفظ و حتی آنها خطاهایی که در کتبشان درج کرده بودند توانستند که از زبان این بزرگوار خطاها را اصلاح کنند و این بزرگترین بزرگترین معجزه و کرامات است که الله تبارک و تعالی به این نوجوان داده بود امام بخاری رحمت الله علیه از صفات و اخلاق ها و شمایل بسیار برخوردار بود که وی در منتها و درجه حیا و شجاعت و سخاوتمندی و زهد و تقوا و پرهیزگاری معروف بود حتی خودی امام بخاری رحمت الله علیه می فرماید که من امیدوارم که الله تبارک و تعالی را ملاقات کنم و الله مرا محاسبه نکند که کسی را غیبت کرده باشم و در جای دیگر می فرماید که از وقتی که فهمیدم که غیبت حرام است کسی را غیبت نکردم و در جای دیگر می فرماید که من این کتاب یعنی جامعه صحیح را که بنا معروف به کتاب بخاری هست این جامع صحیح را من از میان 600 هزار حدیث انتخاب کردم و در هر یک حدیث غسل می کردم و نماز استخاره می خواندم و بعد از آن آن را در کتاب تعلیف می کردم این نشان دهنده آن است که امام بخاری از چی تقوا و پرهیزگاری از چی تقوا و پرهیزگاری ایشان میسر بود ایشان از این ایشان داشته بود امام بخاری رحمت الله علیه بعد از سفرهای طولانی که داشت در حجاز و بغداد و مدینه و این مصر از اینجا بعد از این جمع آوری احادیث و نویشتنی کتاب جامع از صحیح که خودش می من این کتاب را در مدت 16 سال تعلیف کردم و این خیلی مدت زیاد هست و می که من این کتاب را سه بار تدریجا این را تعلیف کردم تا اینکه تمام این داخل این تنقیح و نقد اینها بررسی شد امام بخاری رحمت الله علیه بعد از تمام کردنی تعلیف کردن این کتاب و فرا گرفتن علوم حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آزمی سفر به سوی بغداد می شود و در اینجا اهل اهالی بغداد و علمای بغداد چون که در دیدار ایشان بسیار منتظر بودند و می خواستند به دیدار ایشان مشرف شوند خواستند که قبل از اینکه این, که این چیزهایی که اقوال و در اقوال و سخنهایی که در مورد ایشان شنیده بودن این را به چشم خودشان ببینن و از او امتحان کنند. امام بخاری رحمت الله علیه در بغداد بعد از آمدنش مورد امتحان قرار گرفت و علمای آنجا صد تا حدیث را در ده, نفر تقسیم کردند و هر یک حدیث را سندش را با سند دیگر حدیث ایواز کردند و معکوس کردند و متن را با متن حدیث دیگر مقلوب کردند و برای امام بخاری رحمت الله علیه پیشنهاد کردند امام بخاری رحمت الله علیه توانیست که در همه این احادیث بگوید که لا اعرف و لا اعلم من نمیدانم یعنی چونین نشنیدم لا اعرف و, و بعد از این که همه اینها تمام کردن این صد احادیث را بر اولین شخصی که بلند شده بود از ایشان سوال کرده بود گفت که این احادیث دهگانه که تو ذکر کرده این سندش این است و متنش اینست، این است این اینجوری هست و این اینجوری هست همه اینها را برای او بیان کرد و تصحیح کرد و همچنین ده نفر دیگر هم همچنین برای آنها بیان کرد تا اینکه مردم و علمای اون منطقه شب روز در مورد امام بخاری صحبت میکردن و علمای حدیث و غیره یقینا یقینا ابراز کردند که مثل این شخصیت در زمین وجود ندارد امام بخاری رحمت الله علیه بعد از اینکه از این سفر عظیم می شود بعد از بغداد دوباره سفر می کند به سوی نیشابور در اینجا دعوت شده بود از طرف شیخ زهلی و بعد از اینکه با نشست با این شخص یکی از دوستان قدیم ایشان بود بعد از اینکه که امام مسلم رحمت الله علیه می فرماید که زمانی که بخاری داخل نشاپور شد تمامی مردم این اهالی که چند هزاران نفر برای استقبال ایشان رفتن حتی من عمره را ندیدم که چنین استقبال از آنها گرفته شود اما امام بخاری رحمت الله علیه در استقبال بی‌نظیر بود بعد از استقبال و گر بعد از استقبال گرمی که از امام بخاری رحمت الله علیه گرفته شد این نوجوان با امام با شیخ زهلی نشست و چون که دوست قدیمیش بود صحبت کردند بعد از آن از او خواستند که برای تدریس مشغول شود و در مسجد مشغول به تدریس علوم حدیث شد تا این که چند روز نگذشت که فتنه برپا کردند که از او خواستند در مورد خلق مخلوق بودنی قرآن صحبت کند و چیزی خودش را بیان کرد و گفت که کسی که گوید که قرآن مخلوق است کافر می شود و این بحث باعث شد که امام بخاری رحمت الله علیه به سبب فتنه که شیخ زهلی برای ای برپا کرده بود از شهر نیشاپور بیرون کرده شود و بسیار جای غمنگیز است و بسیار جای تأسف است که امام بخاری رحمت الله علیه بعد از این که با این همه استقبال گرمی که از او گرفته بودند از نشاپور خارج می شود و هیچ کس در این سفر به سوی بخارا با او نیست و امام بخاری رحمت الله علیه وقتی که به بخارا برگشت با یک مهنت و یک امتحانی دیگر مواجه شد که از طرف امیر بخارا خواسته شد که برای او درس خاص در قصر او برای فرزندانش برگزار کند و امام بخاری رحمت الله علیه این امر را رد کرد و گفت که اگر میخواهید علم را بیاموزید خانه من در من برای شما باز است و مسجد من هم برای شما باز است این سخن مورد قبول و پیسند امیر نیامد و باعث شد که امام بخاری را از این شهر بیرون کند و امام بخاری رحمت الله علیه آزم سفر به سوی بعد از این فتنه ای که باعث شد امام بخاری رحمت الله علیه از شهری که در آنجا تولد شده بود و در آنجا زندگیش بود و اونجا همه اقربا و خشواندان ایشان بودن دوباره برگردد به دیگه منطقه امام بخاری رحمت الله علیه در اینجا سفر کرد به سوی منطقه خرتنگ که نزدیکی سمرقند بود بعد از آن بعد از سفری که امام بخاری رحمت الله علیه به سوی خرتن کردند در, در شب مدت در آنجا مدت در آنجا من تا اینکه در شب شنبه شب عید فطر سال 256 هجری امام بخاری رحمت الله علیه در صبح روز اید در این قریه خرتنگ چشم از دنیا بس و لقای الله تبارک و تعالی را لبی گفت و دعای مشهور از ایشان است که ایشان از الله تبارک و تعالی خواستند که اللهم انه قد قد علی اله این دنیا برای من با این همه وسعت که تارا تنگ شده است و من را به طرف خود برگیر و بعد از این امام بزرگوار که از دنیا رحلت کردند برای ما بزرگترین آثار علمی را گذاشتند در مناقب و سخن, بزر، سخن بزرگان سخن بزرگان درباره وی یکی از معروفترین سخنان را نقل میکنیم کنیم برای شما امام مسلم صاحب صحیح کتاب امام اه، کتاب اه، صاحب کتاب معروف می که بجز انسان حسود ای امام بخاری بجز انسان حسود با تو کس کینه نمی ورزد. و شهادت می که در دنیا همانندی تو کسی نیست و امام ائمه محمد ابن اسحاق خزیمه صاحب کتاب صحیح می فرماید که در زیر سقف این آسمان حافظتر و داناتر به حدیث نبوی از محمد ابن اسماعیل بخاری ندیدم و امام اهل سنت احمد ابن حنبل می فرماید که خراسان بزرگتر همانند محمد ابن اسماعیل بخاری را بیرون نداده است و ابو حاتم رازی رحمت الله علیه می فرماید نه خراسان همانند محمد ابن اسماعیل بیرون داد است و نه داناتر از او در بغداد وجود دارد و آثار علمی و معلفاتی که امام بخاری برای من و شما گذاشته است معروفترین کتاب و صحیحترین کتاب بعد از کتابی الله تبارک و تعالی این کتاب است که تمام اعیمه علمای اسلام اتفاق و اجماع بر این کردن که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن صحیح بخاری است که صحیح بخاری مشهور ترین کتاب هاست و همچنان که شما مشاهده میکنید این کتاب عبارت است به نامی اصلیش الجامع المختصر من سنن رسول الله صلی الله علیه و سلم نام داده نامی اصلیش نامی اصلی اصلیش میباشد سببی نوشتن این کتاب آن بود که روز در نیشابور در مجلس استادش امام اسحاق ابن راهوی نشست نشسته بود یکی از حاضران مجلس گفت کاش کتاب مختصر از سنن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را فراهم آورده بودید این گفته در قلب مبارک امام بخاری اثر گذاشت و برای اجرا و تعلیف این کتاب اندیشه مسمم گرفت و قیام کرد و در مدتی 16 سال این کتاب را تعلیف کرد. و از شرح معروف این کتاب فتح الباری می باشد به شرح صحیح بخاری نویسنده ایشان، نویسنده این کتاب شیخ الاسلام ابل احمد علی بن حجر اسقلانی متوفای, متوفای 852 هجری است و امام بخاری رحمت الله علیه کتاب دیگر هم تعلیف کرده است که همتا و مانند ندارد به نام کتاب تاریخ کبیر عن تراجیم الرجال که هست معروف است و در نگارش این دایره المعارف بزرگ اسلامی چنان بود که شرح و حال و ترجمه احوال هیچ یک از صحابه و تابعی را نمی نویشته مگر اینکه غسل می نمود و دو رکعت نماز می گذاشت امام بخاری رحمت الله علیه این کتاب نادیر و به همتا را در سین 18 سالگی در سین 18 سالگی این کتاب را نوشته بود همچنانی گفتیم که در مدینه منوره در سینه هجده سالگی این کتاب را تعلیف کرد در شبهای محتابی میان قبر و منبر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نگاشته است این بود خلاصه از زندگی امام بخاری رحمت الله علیه و استفاده ای که ما از این میبریم این هست که ما باید در تمامی زندگی ایشان از این شخصیت اقتدا کنیم و که تمام احادیث این کتابی بزرگوار را که به نام صحیح بخاری است اینها را بخوانیم و بررسی کنیم و برای دیگران هم معرفی کنیم و بهتر امام بخاری را بشناسیم و برای فرزندان خش از امام بخاری نقل کنیم تا اینکه فرزندان آینده ای اسلام بفهمند که اسلام چی شخصیت داشته است و اینها چگونه برای اسلام خدمت کردند و بجایی که از کسانی که اقتدا میکنند غربی هستند اروپایی هستند و از تمدن و فرهنگ دور هستند از آنها اقتداد پیروی نکنند و از ای که آنها برای اقتدا هستند از آنها اقتدا کنند و از امام بخاری یک نقطه بسیار جالب است که از امام بخاری رحمت الله علیه میپرسند که دوای هست برای حفظ و ذاکره میفرماید که از کسرتی خواندن و مطالعه کردن و نوشتن چیزی دیگر بهتر و سودمندتر از این نمی باشد برای حفظ ذاکره و در ختام این برنامه همه شما را توصیه به این می کنیم که از کتاب امام بخاری رحمت الله علیه را برای زندگی خود انتخاب کنید چون که ایشان می که هر چیزی که هر انسان بخواهد در کتاب یعنی قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود دارد و نیاز هر یک نیازمند را برطرف خواهد کرد و дар охири ин қисмат ҳамаи шуморо ба аллаҳ табарака в таала месупорем ва то барномаи дигар дар амони аллаҳ табарака втаала бошед с кбааа